از کانادا، جهان و کشور ما از استودیوی 24. باز هم در 24 ساعت گذشته 1373 بیمار جدید در آنتاریو تشخیص و ثبت شده است که بیشترین آنها در تورنتو 455 بیمار، پیل 415 تن و یورک 136 تن به ثبت رسیده است. در گزارش امروز از ابتلای 162 شاگرد مکاتب نیز خبر داده شده است. با مرگ 35 تن در امین مدت، تلفات در آنتاریو به 3554 تن افزایش یافت که باز هم قربانی بیشتر را سالمندانی که در خانه های مراقبت های طولانی زیست دارند متحمل شدند. تا کنون 2256 تن از این خانه ها جان باختند. در کانادا تعداد مبتلایان به کرونا به 344926 تن افزایش یافته است که از این رقم 11681 تن جان باختند و 275794 بیمار دوباره صحت خود باز یافتند. در موج دوم کرونا ولایت آلبرتا هم ردیف با آنتاریو شده است و ولایت کیوبک هنوز هم در صدر لیست قرار دارد. قابل یادآوری است که از رقم بیماران کنونی در کانادا تنها حالت صحی 431 تن وخیم خوانده شده است. در امریکا مبتلایان به ویروس به 13,015,522 تن افزایش یافت که از این رقم 266,765 تن جان باخته و 7,664,546 تن نیز دوباره شفا یافتند. تگزاس و کالیفرنیا زیادترین بیماران را در امریکا به ثبت رسانیدند. هندوستان با داشتن 9,257,945 بیمار بعد از امریکا قرار دارد که تا کنون 135,165 تن نیز جانهای خود را از دست دادند. برازیل و روسیه بعد از هند بیشترین بیماران را ثبت نمودند. و در جهان تا نیمه امروز چهارشنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 60,458,280 تن رسید که از این رقم 1,421,728 تن وفات نموده و 41,810,812 بیمار نیز دوباره صحت یاب شدند. دور از تمام امراض بخصوص کرونا باشید. This coronavirus disease or COVID-19 news is brought to you by Sabor Papalzai. وزارت صحت عامه اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته 16 بیمار کووید-19 در کشور ما جان باخته و 212 بیمار جدید شناسایی شدند. ابتلای 212 بیمار جدید پس از آزمایش 1476 نمونه مشکوک به کرونا تایید شده است. در یک شبان روز گذشته 23 بیمار کرونایی بهبود یافتند. با ثبت این ارقام شمار کل بیماران کرونایی در کشور به 45,490 تن رسیده است. از این میان 1,728 تن جان باخته و 36,145 تن بهبود یافتند. در روزهای اخیر موارد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا و ابتلا به این ویروس افزایش یافته است. تشکر از سلیم کاروان که این بخش برنامه را حمایت نمودند. حمایت شده توسط سلیم کاروان فارم.